دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه میخوایم با خاصیت سوم لوگاریتم آشنا بشیم. اسم خاصیت قبلی رو گذاشتیم خاصیت جمع و خب خاصیت تفریق هم داره لوگاریتم. خاصیت تفریق از چه قراره؟ از این قراره که میگه لوگاریتم تقسیم برابر با تفریق لوگاریتم. از اون جهت که این جمله از لحاظ فارسی ذره فعل و فاعل کم داره، شما باید میپرسیدید که تقسیم چی؟ تفریق چی؟ اصلا چه لوگاریتمی؟ من عددی این جمله هم نوشتم. به این صورته که لوگاریتم A تقسیم بر C بر مبنای B برابر با لوگاریتم A در مبنای B منهای لوگاریتم C در مبنای B. خب این خاصیت هم خاصیت به درد بخوری خواهد بود برای شما. و قبل از اینکه حفظش بکنید دوباره میایم ثابتش میکنیم. از این قراره که ما ثابت کردنمون هم اینجوری شروع میکنیم که فرض میکنیم لوگاریتم A تقسیم بر C در مبنای B برابر با X. این به این معنیه که X عددیه که اگر B به اون توان برسه برابر میشه با A تقسیم بر C. باز فرض میکنیم که لوگاریتم A در مبنای B خودش برابر با Y. در نتیجه Y عددیه که اگر B به اون توان برسه A رو تولید. و همینطور فرض میکنیم لوگاریتم C در مبنای B برابر با Z. این به این معنیه که اگر B به توان Z برسه C رو تولید میکنه. خب حالا این بچه های نگاه بندازید، ما داریم که B به توان X برابر با A تقسیم بر C. از طرفی میدونیم خود A برابر با B به توان Y و C هم برابر با B به توان Z. پس تو این رابطه BX برابر با A تقسیم بر C میتونیم A و C رو با معادلاشون جایگزین بکنیم و به این صورت در میاد تساویمون که B به توان X برابر با B به توان Y که معادل بود با A تقسیم بر B به توان Z که معادل بود با C. حالا من B به توان Y تقسیم بر B به توان Z رو چون پایه های توانی یکسانن میتونم ساده ترم بکنم و به این طریق در میاد که B به توان X برابر میشه با B به توان Y منهای Z. و چون اینجا پایه های یکسانه، چون این تساوی پایه های یکسانه، پس توان ها هم یکسان بوده که حاصل یکسان شده. در نتیجه از B به توان X برابر با B به توان Y منهای Z نتیجه میگیریم که X برابر با Y منهای Z. حالا X و Y و Z هم میتونیم جاشون معادلهای اولیهی که توی اول جلسه تعریف کردیم قرار بدیم. یعنی ما X اصلا با این فرض تعریف کردیم که برابر لوگاریتم A تقسیم بر C بر مبنای B. پس در نتیجه اینجا هم جایگزین میکنیم X برابر با A لوگاریتم A تقسیم بر C در مبنای B و همینطور Y هم با این فرض تعریف کردیم که برابر لوگاریتم A در مبنای B و همینطور Z هم برابر لوگاریتم C در مبنای B. خب یه ذره نگاه بکنید، چیزی که ما اینجا داریم به نظرتون آشنا نیست؟ چرا؟ دقیقا همون تساویه که ما میخواستیم اول جلسه ثابت کنیم. به این تساوی ما میگیم خاصیت تفریق در مورد لوگاریتم. حالا یه مثال هم حل میکنیم که از این خاصیت تا همین الان برامون جدیده استفاده هم کرده باشیم. از ما خواستن که لوگاریتم 25 تقسیم بر Y در مبنای 5 رو بازنویسی بکنیم. چون داریم که لوگاریتم یک تقسیم در مبنای 5، من بلافاصله به ذهنم میاد که میتونم از خاصیت تفریق لوگاریتم ها، یعنی لوگاریتم تقسیم 25 بر Y برابر با لوگاریتم 25 در مبنای 5 منهای لوگاریتم Y در مبنای 5، که از طرفی 25 چون برابر با 5 به توان 2، در نتیجه لوگاریتم 5 به توان 2 در 5 منهای لوگاریتم Y در 5 میشه باز هم ساده تر بشه و میتونم بنویسم 2 تا لوگاریتم 5 در مبنای 5 منهای لوگاریتم Y در مبنای 5. 5 به چه توانی برسه 5 رو تولید میکنه؟ 1. در چه لوگاریتم 5 در مبنای 5 همون 1. و در نتیجه عبارت رو میشه 2 منهای لوگاریتم Y در مبنای 5. حتی شما میتونستید به من ایراد بگید که 25 در مبنای 5 وقتی میخوایم ببینیم لوگاریتمش چنده، این به این معنی که 5 به چه توانی برسه میشه 25.
که 2 و شما خیلی راحت همینجا میتونستید به جای لوگاریتم 25 در مبنای 5 دور برسید. ولی من خواستم از خاصیت اول لوگاریتمم که یاد گرفتیم یه استفاده کرده باشم تا از هر دو خاصیت همزمان توی این بازنویسی استفاده کرده باشید. مرسی که توی این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.